سلام، قطعا اگر بخواید روی یوتیوب فعالیت بکنید احتیاج دارید یه کانال یوتیوب بر خودتون راه اندازی بکنید. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطور روی دسکتاپ از روی کامپیوتر یه کانال یوتیوب رو از صفر تا صد بسازیم و ازش استفاده بکنیم. به پلی لیست دانشگاه یوتیوب خوش اومدید. من امیر عباس هستم و داخل این پلی لیست تصمیم دارم که صفر تا صد یوتیوب به زبان ساده بهتون توضیح بدم که بتونید خوب درکش بکنید و تو بازه زمانی کوتاه‌تری بتونید نتیجه مطلوب‌تری روی این شبکه اجتماعی بگیرید. امروز می‌خوایم روی دسکتاپ بیایم و یه کانال یوتیوب از صفر تا صد بسازیم. خب قبل از اینکه بریم کانال رو بسازیم، اجازه بدید من براتون چیزی توضیح بدم. من به همه بچه‌ها پیشنهاد میدم که اگر میخوان کانال یوتیوب داشته باشن، حتما براش ایمیل جدا درست بکنن. امکان داره جیمیل همین الانم هم داشته باشید، روی گوشیتون هم فعال باشه، ولی من پیشنهادم این هستش که ایمیل جدا براش داشته باشید. دلیلش هم اینه. تو صفحه کپی رایت استراک بیسیکس که داخل هلپ یوتیوب هست، اینجا یه توضیحی داده که اگر شما 3 تا کپی رایت استراک بگیرید، اکانتتون و تمامی کانال هایی که با همون اکانت ساختید هم پاک میشه. قطعا شما میخواید کانالتون به شکل منطقی و درست روش بدید و دنبال خلاف کردن و استفاده از شیوه های غیرقانونی نیستید. ولی من به بچه ها پیشنهاد میکنم که برای هر کانالی که میخوام بسازن یه ایمیل جدا داشته باشن. اگر حتی یه کانال هم دارن براش ایمیل جدا داشته باشن، چون اینجوری امن‌تره. خب حالا اجازه بدید بریم با هم دیگه و کانال رو روی دسکتاپ بسازیم. برای این کار باید مراجعه کنید به صفحه اول سایت جیمیل. اینجا ما میزنم gmail.com. خب الان من توی اکانت خودم لاگین کردم، یعنی همین اکانت اسکیل وید که هست، بعد لاگوت بکنم ازش. خب خیلی ساده است، اینجا اینو میزنید، گزینه ساین اوت رو میزنید، برمیگردید توی این صفحه و اینجا گزینه کانتینیو رو میزنید که ساین اوت بکنه و اینجا میتونید گزینه یوزر اکانت رو بزنیم که یه اکانت جدید دیگر رو بسازیم یا باهاش وارد بشیم. خب ما میخوام یه اکانت جدید بسازیم، اینجا گزینه کرییت اکانت هست. اگر روش بزنیم سه تا گزینه میاد که همون فور مای سلف رو باید انتخاب بکنید. با این دوتا ما کاری نداریم. فور مای سلف رو میزنید و اینجا شروع میکنید اسم و فامیل رو وارد کردن و برای یوزرنیم هم من مثلا میذارم اسکیل وی تک 2، یه چیزی که کسی انتخاب نکرده باشه دیگه، اینو خودتون میدونید. خب حالا باید پسوردش رو وارد بکنید که هرچی دوست داشته باشید میذارید و همینطور این یکی و گزینه نکست رو میزنید. اینجا شماره موبایلتون رو میخواد ببینید. هیچ مشکلی تا الان نداشته که از شماره موبایل ایران برای وریفای کردن استفاده بکنید. من کانال خودم هم با شماره ایرانسل وریفای کردم. بچه ها میگن که شاید بعدا مشکل درست بشه، تا الان که مشکلی به وجود نیومده. خیلی از بچه هم از همین روش استفاده کردن. اگر کسی رو دارید که شماره در اختیارتون قرار بده، خواه ازش بگیرید. اگر ندارید مثل من، از همون شماره ایرانتون استفاده بکنید. اینجا برای ریکاوری ایمیل یا ایمیل ازتون میخواد، اینجا میتونید ایمیل اصلیتون رو بدید که دارید، که اگر این وقت اساسیتون به هر دلیلی به این اکانت قطع شد، با استفاده از این ایمیل بتونید ریکاورش بکنید. این رو هم که خب فعلا یه چیزی همینجوری میزنیم 1970 و جنسیت هم که مرد انتخاب میکنم و میزنم نکست. حالا اینجا روی گوشه موبایل من یه اسمس قرار ارسال بکنه که من بعد کدش رو وارد بکنم. گزینه سند رو که بزنم اسمس برام میاد. اگر به هر دلیلی اسمس برای شما نیاد، میتونید از گزینه کال اینستد استفاده بکنید که با شماره موبایل شما تماس گرفته میشه. از این تلفن گویاها هست و اون عدد 6 رقمی برای شما به انگلیسی میخونه و از اون استفاده میکنید. تا الان که اسمسش بدون مشکل اومده و ایشالله بعد از اینم بدون مشکل بیاد. خب من این کد رو اینجا وارد میکنم. اسمسش اومد 642905. این رو میزنم و گزینه وریفای رو که اگر بزنم میره تو این صفحه، میگه که شماره تو ذخیره بکنم که بتونی مسیج دریافت بکنی، بتونی تماس ویدیویی داشته باشی، از اینجور چیزا. شما میتونید یس رو بزنید. من فعلا اسکیپ میزنم، شما یس بزنید. اینجا هم گزینه اکسپرس رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. اینجا هم میریم زیر صفحه و گزینه کانفرم رو میزنید. باز میریم زیر صفحه، گزینه آی اگری رو میزنید که اکانت شما ساخته بشه. اینم فعلا نو تانکس رو میزنم. اینجا هم گزینه continue with smart features رو میزنید، next رو میزنید. اینجا هم باز گزینه personalize other google products رو میزنید و دام میزنید. خب تا اینجا کار شما یه جیمیل ساختید. خب بعد از اینکه این رو ساختیم دیگه با اینجا کاری نداریم و توی تب جدید میریم تو سایت youtube.com و اینجا گزینه sign in وجود داره که شما میتونید sign in رو بزنید و خب چون همین الان اکانت رو ساختیم و توش لاگین بودیم، اوتوماتیک خودش لاگین میکنه. اگر نکرد یوزرنیم پسوردی که ساختید رو وارد میکنید با همون ایمیلی که ساختید و وارد میشه. بعد از اینکه این کار کردید، چه گزینه کرییت وجود داره، این عکس دوربینی که اینجا است، روی این میزنید و گزینه آپلود ویدیو رو میزنید. اینجا به شما میگه که
شما ظاهرا هنوز کانال ندارید. خب اینجا اگر گزینه آپلود پیکچر رو بزنید میتونید یه عکس آپلود بکنید که حالا فعلا من چیزی نمیذارم، تو ویدیو بعدی بهتون کامل آموزش میدم همه چیشو اوکی بکنید. اسم کانالم میذارم اسکیلویت تک و کریت چنل رو میزنم. الان که این کار رو بکنم یه چنل برای من ساخته میشه. خب ببینید میگه که چنل شما ساخته شد و چند ثانیه بعد برمیگردید به کانالتون. اگر به هر دلیلی از این صفحه برنگشت به کانالتون، که من هر دوباری که کانال ساختم برای تست اتفاق افتاد، تنها کاری که باید بکنید اینجا روی این گزینه میزنید و روی گزینه یوتیوب استودیو میزنید. خب الان رفتیم داخل پنل یوتیوب استودیو، کانتینیو رو من میزنم و اینجا این گزینه کلوز رو میزنم. الان همه چی آماده است و من میتونم ویدیو آپلود بکنم با همین گزینه کرییت. اگر آپلود ویدیو بزنم پنجرهش میاد و میتونم ویدیو آپلود بکنم که بعدا برای من قشنگ ویدیو کامل درست میکنم. خب کانال رو ساختیم، منتها باید وریفایش هم بکنیم. اگر کانال رو وریفای نکنید نمیتونید برای ویدیوها کاور اختصاصی یا همون تامنیل داشته باشید. ویدیو بالای 15 دقیقه نمیتونید آپلود بکنید، این سری محدودیت‌ها خواهید داشت. بریم کانال رو با هم دیگه وریفای بکنیم. برای وریفای کردن شما میاد توی این قسمت، میاد تو قسمت سیتینگ، این پایین سیتینگ رو میزنید. توی قسمت چنل اینجا فیچر الیجیبیلیتی رو میزنید. ببینید دیفالت رو دارید، منتها این قسمتش رو هنوز ندارید. گزینه وریفای فون نمبر هست، روش که بزنید وارد یه صفحه ای میشید. من آدرس این صفحه رو براتون میذارم که از طریقش بتونید کانالتون رو وریفای بکنید. خواهشاً حتما قسمت دسکریپشن رو چک بکنید. یوتیوب مریض این آدرس رو چپ و راست عوض میکنه. من ویدیو ضبط میکنم، چند وقت بعد میبینم بچه‌ها میان میگن که این آدرس کار نمیکنه. حتما توضیحات زیر ویدیو رو ببینید که اگه این آدرس عوض شده بود بتونید از اونجا آدرس جدیدش رو چک بکنید. الان من میتونم به همون شکل بگم که برام اس ام اس بفرسته یا بهم زنگ بزنه. اینجا هم کشور رو باز دوباره میرم میذارم روی ایران و شماره رو وارد میکنم و گزینه گت کد رو میزنم. الان یه شماره باید برای من اس ام اس بشه. خب شماره رو من اینجا وارد میکنم، 0101 68 و گزینه سابمیت رو میزنم. تمام، کانال وریفای شد. حالا میتونم این سفر رو ببندم و الان اگر همین صفحه رو یه بار ریفرش بکنم تو همون یوتیوب استودیو که بودیم، برم تو قسمت ستینگم و برم تو همون قسمت چنل و فیچر الیجیبیلیتی، ببینید اینم الان تیک سابس خورد. الان میتونم ویدیو بالای 15 دقیقه داشته باشم، میتونم تامنیل براشون بذارم، میتونم لایو استریم داشته باشم و کانتنت آیدی کلیم اگر اومد بتونم اپیل بکنم روش، که حالا بعدا در مورد اینا توضیح میدیم. خب الان شما کانالتون رو دارید. خب الان ما کانال رو ساختیم، یه قدم دیگه هم باید حتما برای امنیت انجام بدید. من یه ویدیو براش ضبط کردم برای اینکه بتونید تو استپ وریفیکیشن یا تایید دو مرحله ای رو فعال بکنید، برای اینکه اکانتتون هک نشه، کسی نتونه دسترسی غیر قانونی به کانالتون پیدا بکنه که نتیجه زحمتتون از بین بره. برای امنیت بیشتر حتما باید تو استپ وریفیکیشن رو فعال بکنید. حتی اگر به درآمدزایی برسید، تا این رو فعال نکرده باشید بحث درآمدزاییتون فعال نمیشه. حتما برید اون ویدیو رو ببینید و این بحث رو هم اوکی بکنید. خب همین ویدیو رو من نسخه موبایلش هم ضبط کردم، اگر دوست دارید روی موبایل کانالتون رو بسازید میتونید این ویدیو رو نگاه بکنید. آخر قضیه پیشنهادم براتون دارم، این کانال تلگرام من هستش، پیشنهاد میکنم فالو بکنید. من همین ویدیو که اینجا میذارم اونجا هم لینکش رو میذارم که دم دست بچه‌ها باشه و زمانی که دوره‌های تجاریم آماده بشه قطعاً کد تخفیف خیلی خوبی برای بچه‌هایی که کانال تلگرام رو فالو میکنن داخل کانال قرار میدم. قدم بعدی شما دیدن این ویدیو هستش. داخل این ویدیو من میام توضیح میدم که کانال رو به چه شکلی تنظیم بکنیم که روی یوتیوب بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.